ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ارزش انسانی در همه جا. از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، مجمع عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمام ملل اعلان می‌کند. آیا می‌دانید 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این اعلامیه به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق آزادی هایی بکوشد؟ ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق شهروندی را مورد بحث قرار می دهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومت‌ها اشاره می‌کند که به اختصار می‌توان آن را حق شناخته شده انسان در مقابل قانون نامید. در این ماده آمده است هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ولی آیا این ماده در دولت جمهوری اسلامی ایران به اجرا در می آید؟ آیا همه شهروندان از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند؟ در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه این است که مستقلاً پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشند. همچنین عهده‌دار وظایف زیر هم باید باشند: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین در بند 14 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید شده است. اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد نشان از آن است که هرگز حقوق مسلمان و غیر مسلمان در قوانین اجرایی ایران برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش‌های حقوقی و انسانی آنان پایمال می‌شود و در عمل حتی به موارد ذکر شده در قانون اساسی خود نیز پایبند نیستند. بیش از 4 دهه است که دولت جمهوری اسلامی ایران با تمسک به هر ابزاری آزادی عقیده و بیان را سرکوب کرده است و با کنترل رسانه‌ها به نشر عقاید و ایدئولوژی خود اقدام نموده است. آنان با بازداشت‌های گسترده و گاهن گرفتن اعترافات اجباری سعی در وارونه نشان دادن حقایق می‌کنند. لازم به ذکر است که نه تنها با بازداشت شدگان و زندانیان رفتارهای غیر انسانی دارند و بارها موجب اعتصاب قضای زندانیان و وخامت حال آنان شده اند، بلکه پا را فراتر گذاشته و در از بین بردن کرامت انسانی بدون هیچ حد و مرزی هر عمل غیر انسانی انجام داده اند، به طوری که حتی انسانها را در شهر و در انظار عمومی برای تنبیه می گردانند و موجب تحقیر و تمسخر آنان می شوند. در صورتی که ارزش و کرامات انسانی جزو نیازهای شخصی بشر می باشد و ورای قوم، ملیت، مذهب، تفکر، طبقه اجتماعی و جنسیت است، مفهومی به ارزش مفهوم نیاز.
براستی آیا می شود انسانها را تنها به دلیل باورشان و طرز فکرشان زندانی و یا اعدام کرد و سپس از حقوق انسانی سخن گفت؟ آیا می شود آنان را برای مذهبشان دستگیر کرد و از حقوق شخصی و اجتماعی محرومشان کرد و دم از آزادی و برابری زد؟ آیا می شود مردم را شلاق زد و به کرامت انسانی فکر کرد؟ و آیا می شود مردم زباله ها را به دنبال لقمه نانی جستجو کنند و درباره مقام انسانی حرف زد؟ آری، در جمهوری اسلامی ایران تفاوت بسیار است بین واقعیت و آنچه مسئولان می گویند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.